تماشا بینانی گرامی برنامه فرهنگی و فراغتی شوم خطانی دوما دارد این لحظه ها در مهمونه برنامه ما هستند نصیبه قسومی سراننده جوان سراننده که توانسته است در مدت کوتاه با ترانه های دلشوبش در قلب مخلصان جای خیش را پیدا نمود خب نصیبه جان شما را به برنامه ما خوش آمدید میگم خوش آمدن سپاس گذاریم از اون که تشریف آوردید و وقتی خیش را برای ما دریغ نداشتید سلامت باشید مرحبا پیش از اون که چیزی دیگر بپرسم میخواهم بدونم که شما چرا محض جدای سند را انتخاب کردید چرا آموزگار نشده چرا طبیب نشده و قدم میخواهدید روی من از خوردی ارزوی سندکار ارزوی خواننده شدن سراینده شدن را داشتم باید. کنون که امروز فرا رسید امروز با من فرصت هست که من ارزوی دیرینه ارزوی کودکی خود را یعنی با عملی ساخته روی صحنه باشم خب خوش به حالتان نصیب چرا که شما علاقه امکانات پیدا نموده و توانستید که ارزوی دیرینه که تو چندی سال قبل میپرورده عملی سازید روی صحنه تاجیک سرود بخوانند کرده سلامت باشید همیتر نصیب شما خود رو در زندگی همچون زنی موفق زن خوشبخت میسوید؟ البته من خود رو زنی خوشبخت میسوبم چون که صاحب یک پسر دوست رو یک هستم و شاید به نظر کس نتوبد نکی من خود رو به حد زنی خوشبخت میسوبم یعنی که شما در زندگی واقعا هم زنی خوشبخت هستی؟ اصلا هستم خب من این سمبه میتونم که یک عمر خوریق از درد و غم و رنج زندگی باشد اما یکی از زنان خوشبخت و موفق و سربلند در دنیای سلامت باشد مرا بجان گویو که صنعتکار هنگامی که از صنعت دور میموند بیمار میشد میخواهم که شما بگید که این توکدام اندازه نیست با صنعتکار اصیل از صنعت دور شدن این یک بیماری تبوبت نشونده است لیکن اگر صنعتکار هرچند صنعت خود را سرود خواندن را اصلا اصیل اگر صدقان دوست دارد او باید تا روزی که هست تا روزی که امکان دارد تا روزی که سلامتیش برقرار است کوشش کند که با ثبت سرودهای نو با خواندن و با طبیعت تازه باید خود را از این مریضی امین دارد باید که واقعا هم درست است که صنعتکار از صنعت دور نمونه میشد ولی گمان میکنم که صنعتکار اصیل از صنعت دور نمیموند هیچ وقت دور نمیموند صنعتکار اصیل اصلا تا روزی که هست او با صنعت زنده است ما هم خیلی فکر میکنیم نصیبه گمان میکنم که این زمان خوب شد تماشاگونه منتظرن که های دوره شما سرود میکنید من یک سرود به نام بخبر خود را میخوام به شما زمزمه کنم که به شما با مخلصان شوم خطلان سرود که این زمان شما میخونید با نام بخبر مرحبا سلام باشید
وفای تو بمیرم، ای جبری تو خوش من به هوای تو بمیرم، ای بی خبر از جبر و جفای تو بمیرم، ای جبری تو خوش من به هوای تو بمیرم. دارم با دلم گرچی خیال روخی گلزار، دارم با دلم گرچی خیال روخی گلزار، هر جا که روم من به هوای تو بمیرم، هر جا که روم من به هوای تو بمیرم. باید بگم که شما صدای خیلی زیبا دارید و خود زیبا هم هسته. سپاسگزارم از انزوان چون یک سرودی دیدشین، یک سرودی دیدشین. نصیبا جان، شما بغیر از اون که هنرمند هسته خوشتر دارن دست سرود میخواله، باز شغل دیگری هم دارید؟ ما هرچند زیبا هم باشن، باز ما کوشش میکنیم که آنها رو هرچند زیباتر و خوشدلتر نماییم که تا اونه که ما هستیم زنان خوشبخت باشن، زیبا باشن، سالم باشن. یعنی شما در برابر این هنرمند بودن باز طرح هم هستید؟ البته. خب خوش به حالت ها سلام باشید. اصلا زن شما میکنم که دو و یا سی شاید چهار هنر کم باشد، شما متن سرودتون رو از جدید کدام شاعران و نویسندگان انتخاب کردید؟ سلامت باشید مرحبا جان. من اصلا متن کدام شاعر که متن شعر او با سرود من، با من، یعنی با زندگی اصلا سراینده حرکت میکند، کوشش میکند که متن که با زندگی او، با شخصا حیات او وابسته داشته باشد، همون را آهن مانده سراید. برای همین من کدام متن که زمان در محیط زمانه ما، در همون متن که با من موفق آید، متن همون شاعر را استفاده میکنم. متنوی باشد که نشان راست و قلب انسان مضمونمون درجه خوب داشته باشد. البته. ولی در برابر این برای شما فرما دارد که شعرهای ایجاد کرده متنوی کدوم نویسنده و شعرون رو انتخاب دارد؟ مرابو جان رو گفته نموند اکثریت سرودایی که من متنی اون رو سرودایی که من زمزمه کردم یک زیادی اون رو اگر گویم هم خطا نمیکنم، این متن خودم است. من کوشش میکنم که در وقتای خالیگی، کوشش میکنم در وقتای چیز همین متن سرودهای خودم رو خودم نویسم، ایجاد کنم. شما ایجادکار هم هست تا اندازه در زندگی ایجادکار هم هستم. شما بهترین تحفه رو از جانب کی انتخاب نموده؟ شاید تا حال فراموش نشه. بهترین تحفه برای من چیست؟ اونه که هر صبح از خواب میخیزم و وارد زندگی نو، وارد یک روز نو میشوم و بعدا تحفه فراموش نشونده از جانب خداوند است. این یک پسرک دوسترویک هم است که هر صبح خستن پس از یاد کردن خداوند من رو به سوی فرزند خود، برای طفلک دوسترویک خود دیده، این بهترین تحفه است فراموش نشونده برای من. بله، واقعا هم خوش برمانتون که مادر خوشبخت هستید، فرزند دوستویت هستید. این مضمون من هم و فکر من هم بهترین توفه است که فراموش نشونده مؤثر نمیشود. البته مرابطون خوب نصیبه خوکساری هنرمند با پیشرفت کار و فعالیتش کمک میرسان. اجازه فرمایید به این سوالتون با دو مصرع شعر جواب گردانم. دانه تا در خواب نافتد که به بالا خط کشد، قدر آدم هم بلند از خاکساری می شود. بله. البته نه بلکه صنعتکار، بلکه کل آدمیزاد در زندگی به فکر شخصی من باید خاکسار باشد. برای نفرانی که شما را دوست می دارند، ما را دوست می دارند، ما نباید هوا بلندی و سیما بلندی خود را به آنها نشان دهیم، چون که خاکساری این یک مفکوره و مدنیت انسان را نشان می‌دهد. یکی از البته خصلت‌های خوبی انسانی است و فکر من هم خیر. ولی واقعا هم درست است. باز میگم که سربلندی گلد خوبی با هم یک رنگ باش، خانم صدرانی پیر سیدی کن. سلام آن باشید. سرودهای شما رو کسی سرپرستی می کند برای شما با کوشش و تلاش خود سخت سرود؟ تا حال در سرود و در زمزمه و در ایجادیت من
کسی سرپرستی نمیکند. من حرکت میکنم، کوشش میکنم که با زحمت و با تلاش خود سرودهای نو با نو و تازه ایجاد خود را پیشکش مخلصان خود گردانم. خب یعنی شما در برابر زن بودن مرد هم هستید نمیتونه؟ شاید هم این طور باشد. بله واقعا هم همین طور است، چون که خیلی مشکل است ثبت یک سرود نمودن. البته برای تولید نمودن، یعنی سرود هم بلکه تولید می شود، برای یک سرود خوب تولید نمودن و او را ثبت کردن و ایجاد کردن و برآوردن اون سرود کوشش و نه بلکه مبلغ، غیرت و قوت زیاد هم در کار است، طلب است، طلب میکند که تا شام نم جای شود، اگر شام نمی خوبی شب نخفته روز هم سرود ثبت میکنی. خوب من با شما سم می کنم که شما زن هستید، برای با غیرت و تلاش خود می توانید اواکه موفق گشتید. از جای اون می برای که سرود ثبت میکنید، کوشش بکنید، تلاش می بازید تو یک سرود خوب بجود شود، یک سرود دلنشین، یک سرود دلاشو بجود شود برای شنونده و بیننده. نصیبه جان در انجام صحبتی که با هم ما تماشاگی رو داشتیم توری چند لحظه، میخواستم تمنیت شما رو بدانم نسبت همه اون نفرانی که ما رو همراهی نمودن و ترک نگفتن، چون که شما ما رو به این محفل به یعنی به این به برنامه شما خطلان تکلیف نمودید، به همه گرمی و هوا نگاه نکرده با ما بودید و شما سلامت باشید، رحمت کلان سلامت باشید. بعدن تمنیات من به مخلصان و تمام شهروندان و تمام مردم تاجیکستان، پیش از همه آبادی، پیش از همه آبادی و آرامی سرجمی وطن خودم را دارم که بگذار همیشه همی خیلی آباد و سرسبز باشیم که تا ما هر نفر به هر یک مراد دل و هر یک مقصد خود برسد. بگذار همیشه تاجیکستان ما همی خیلی گوگل شکوفان و آباد باشد. سلامت باشد. بهترین تمنا است برای ملت و وطن و خلق عزیز ما. بوری دیگر شما رو نصیبه جان با برنامه ما خوش آمدید میگیم و سپاسگزاریم از تشریفتان، ولی در برابر این باز امیدواریم که این تشریف اول و آخر شما نیست. همین دفعه البته ما رو بچه سلامت میشه. تماشابینان گرامی، تونی چند لحظه و دقیقه در مهمانی شما خطان بودن نصیبه قاسمی، یکی از سرندگان جوان، یکی از سرندگانی که توانست با ترانه های دلاشو باش در قلب ما شما جای بگیرد. برنامه شوم خطان باشد، ادامه دارد.